کورنر عراق، ارسال توپ روی دروازه ایران، این ضربه سر با ویلا، کابوس هواداران تیم ملی و فوتبال ایران، نرسیدن به جام جهانی، کابوسی که هر روز به واقعیت نزدیکتر می شود و چقدر دردناک اگر جام جهانی برای اولین بار در خلیج فارس برگزار شود و نامی از ایران در آن نباشد. دردسر اما از اینجا شروع شد، وقتی که تیم ملی نیمی از مسابقه های انتخابی دور رفتش را باخت، آخرینش 17 ماه پیش اینجا در اردن جلوی تیم ملی عراق. این شکست 2-1 به عراق و شکست در بازی قبلی مقابل بحرین صعود ایران را حسابی به خطر انداخته. ناهماهنگی و اشتباه های مهلک باعث شده تا ایران به جایگاه سوم گروه سقوط کند، یعنی دیگر جایی برای لغزش وجود ندارد. مسئله‌ای که ایرانی‌ها امیدوار بودند با میزبانی 3 مسابقه از 4 بازی دور برگشت، به خصوص 2 بازی جلوی عراق و بحرین، بتوانند آن را جبران کنند. ولی حالا کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفته که میزبانی دور برگشت را که قرار است به خاطر کرونا به صورت متمرکز برگزار شود، از ایران بگیرد و به بحرین دهد. مسئله‌ای که ایران به آن معترض است، ولی اعتراضش را از کانال‌های نادرستی مطرح می‌کند. ایران در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا حق پخش تلویزیونی رو پرداخت نمی‌کنه و حق داره، اما اون رقابت‌ها رقابت‌های آسیایی، هیچ ربطی به رقابت‌هایی که از سوی فیفا برگزار میشه، یعنی انتخابی جام جهانی نداره. پس به این ترتیب به نظر میرسه که آقای شهاب‌الدین عزیزی خادم میتونه اگر اراده‌ای داشته باشه این حق رو از طریق اعتراض به مجامع بین‌المللی و داوری‌های درست به ایران دوباره برگردونه و امتیاز میزبانی مقدماتی جام جهانی برای ایران برگردونه. تقریبا همه مقام‌های بالا رتبه فوتبال و ورزش ایران از تلاش دیپلماسی برای رسیدن به نتیجه دلخواه گفتند، در حالی که ایران در این لحظه با بحرین رابطه دیپلماتیک ندارد و اگر داشتم چنین حرکتی میتوانست دخالت سیاست در ورزش تعبیر شود و نتایج ناگوار دیگری برای فوتبال ایران داشته باشد. به نظر میرسد در این مقطع ارجاع پرونده به فیفا طبق روال حرفه‌ای باشد و اگر فدراسیون جهانی هم پاسخگو نبود، در دادگاه حکمیت بشود چنین تصمیمی را به چالش کشید. فوتبال ایران در سالهای اخیر برای کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا کم دردسر درست نکرده و احتمالاً حالا هم دارد چوب چنین رفتاری را می‌خورد. صاحب نظران این میدان اما می‌گویند اگر بشود این مورد خاص را از مسائل دیگر با مهارت تفکیک کرد، ممکن است نتیجه مطلوب را برای فوتبال ایران به دست بیاورد. پوریا جعفری، BBC.